این آقا رو همتون میشناسید یا حداقل یک بار ویدیوهاشو دیدید. کسی بود که با خوردن مقدار زیادی غذا به معروفیت رسید. سلام عزیزان، اومدم با 10 کیلوگرم اسپاگتی با میتبال بسیار لذیذ. کسی بود که هر وقت که گشنم بود و نمیخواستم غذا سفارش بدم، میرفتم و ویدیوهاشو نگاه میکردم. کسی که جدای از این که هر موجود زنده هر نوع خوراکی که جلوش باشه رو کم لم یکن شیء مذکورا توی قبرستون شکمش غیب میکنه، جادوی سینما رو هم به همون اندازه هنر بلعیدن بلده. کوچیکه بذارید یه تردستی بهتون یاد بدم. اما امروز اینجا نیستیم که راجع به خورد و خوراک آقا صحن با هم صحبت کنیم. اتفاقا از نظر بنده ASMR هایی که انجام میداد اون اوایلی که ویدیو میذاشت تا حدی قابل قبول بود. اما امروز میخوایم راجع به چالش هاش با هم حرف بزنیم، راجع به چالش هایی که انجام میده. Yes or no? Yes. سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو. اسم من رضاه و میزبان شما هستم تا آخر این ویدیو، پس حتما تا انتها رو نگاه کنید و نظرتون رو بنویسید. من عذر میخوام، چند روز مریض بودم، کرونای بسیار خفیفی گرفته بودم، آبریزش بینی داشتم و نمیتونستم ویدیو بذارم. و اینکه یه نکته خیلی مهم، بچه ها توی چنل گیمینگ، توی چنل دوم رضا، من دارم ماینکرافت آپلود میکنم تقریبا یک روز در میون یا هر روز. حتما برید اونجا ویدیو رو نگاه کنید، سابسکرایب کنید اون چنل رو، یه کاری کنید که از این چنل قدرتمندتر بشه. Yes or no? Yes. وای خنک شدم. من الان مطمئنم اگه برم GTA رو باز کنم با 4 تا NPC یه دونه ویدیوی چالشی بذارم، قول میدم بهتر از این میتونن اکت کنن. Yes or no? Yes. آه نزن توی سرم. آخرین باری که همچین ریاکشنی دیدم توی استار وارز بود، وقتی که دارت ویدر آتیش گرفته، بعد میفهمه که بچه‌هاش مردن و زنش هم مرده، برمیگرده اینجوری میگه یه دونه بادم جون همون کار رو برای سهند کرد. در واقع اگر سهند عینکش رو نمیذاشت، من مطمئن بودم از چشاش میفهمیدیم که یه ربات داره جاش این چالش رو انجام میده، چون این درجه از اکتینگ نه، AI بهتر از این میتونه اکت کنه. در واقع اگر من همین الان یوتیوب باز کنم و ماشین لرنینگ و برنامه نویسی رو توی یه ساعت یاد بگیرم، میتونم یه برنامه بنویسم که یکم حس داشته باشه وقتی داره این چالش رو انجام میده. Yes or no؟ قلبم به هم میگه Yes. تقریبا 80% 90% کامنت ها اینه که وای اسراف مکن، مرگ بر تو، میرینم دهنت، فوش فوش. تا حدی درک میتونم بکنم بچه ها که حروم کردن این غذاها کار اشتباهیه، اینقدر اسراف نکن بی شرف. بعضیا میدونی شاید گشنن، خیلی نظر سطحیه راجب این ویدیو که مینویسن اسراف، همه دارن راجب اسراف صحبت میکنن، انگار هیچ کس حواسش نیست، انگار نه انگار که این سیب زمینی که کشیده اسکلت یا سیب زمینی چقدر شبیه خود سهنده. آقا سهند یه استعدادی داره در خلق چالش‌های جدید، چیزی که تا ساعت‌ها فکرتو درگیر می‌کنه و اصلاً به نظر من به همین دلیل که اینقدر موفقه. تو این ویدیو یه دونه خربوزه روی میزه و چند تا شاخه درخت وارد اون خربوزه شده، 4 تا قوطی این ورتره و یه اسپایدرمن که داره روح تو از بدنت میکشه بیرون و یه خانومی که تعجب کرده. منو یاد این عکس معروف میندازه که تو این عکس شما هیچ چیزو نمیتونید تشخیص بدید، هیچ چیز تو این عکس واقعی نیست، مثلا نمیدونم این چیه. دقیقاً همین حسو نسبت به این عکس دارم. چالش خربوزه. چیزی که فهمیدم اینه که تو این خربوزه ها یه چیزیه که ممکنه بد باشه اما معلوم نیست چیه، فقط و ممکنه توش خربوزه باشه، بعد یه چیزیه که یه چیز دیگه است ولی معلوم نیست چیه. حقته ما
من سایند رو اگه نزدیک ببینم واقعا در هوشش ازش تعریف میکنم، چون به نظرم کارهایی که میکنه خیلی هوشمندانه است. کلابریت میکنه، خانوم میاره توی ویدیوش، به مهد کودکانه ترین حالت ممکن یه ویدیو رو میگیره، داد میزنه و کارهای مختلف دیگه انجام میده، ولی ترفند لایک گرفتنش واقعا توی لول دیگه است. توی کهکشان داره سیر میکنه این ترفند. اونایی که دست راست دارن اون قلب بیرنگ رو لطفا قرمزش کنن، دمتون گرم. من اگه دست راست نداشتم اینجا تنها جایی بود که خوشحال بودم از این قضیه، چون نمیتونم این ویدیو رو لایک کنم. اونایی که ستون فقرات دارن اون قلب بیرنگ رو لطفا قرمزش کنن. ستون فقرات اصلا یه جور بی احترامیه به نظر من نسبت به کسایی که خب همچین شاید دیزیبلیتی داشته باشه، همچین ناتوانی داشته باشن. خب یعنی چی اصلا؟ اونایی که عزیزانشون رو توی کرونا از دست ندادن این ویدیو رو لایک کنن. بدوید بچه ها، من غذا میخورم، خیلی بامزم و داد میزنم. توی این دریای غذا یه ویدیویی داره سهند که توش چالش خوردن پیازه. تا اونجایی که یادمه پیاز یه چیز معموله، یعنی هر آدمی توی ایران و حتی توی دنیا حداقل روزی یه مقدار پیاز رو میخوره، چون توی تمام غذا داره استفاده میشه و مثلا فلفل تند زیمبابوی نیست که فقط توی جنگل‌های آمازون در بیاد که در موردش چالش بخوایم انجام بدیم. وای باورم نمیشه پیازو خورد. خوش اومدید، اومدیم با چالش نشستن روی صندلی. این ویروس چالش فقط مخصوص پیج سهن نیست، به بقیه هم منتقل شده. خیلی هم منطقیه، وقتی من میبینم یه نفر داره با یه کاری موفق میشه خب منم میدوام اون کار رو انجام میدم دیگه، تیپیکال موفقیت در ایران. اگر ویدیویی که راجع به این خانوم ساختیم و یادتون باشه، اون موقع کفش سخاری میکرد، چه میدونم موش رو از سوی فاضلاب در میآورد سخاری میکرد، با هم تو کنار هم میخوردیمش، اما الان فقط با پدرش ویدیو میذاره و نمیدونم چرا همشون هم تعجب دارن میکنن. پدر جان اوکیه، به خدا من این ویدیو رو میبینم، حتمانم لایک میکنم، برای دوستام میفرستم، به قرآن لازم این کار نیست. خواهش میکنم شما بشینید اونور. تو تمام ویدیوهاشونم وسطش یهو خب بچه ها قبل از اینکه من پدر خودم رو سخاری کنم این پیج رو ریت فالو کنید، کارشون 20 بهترینه. از قبل اینکه بریم سراغ آخری میخوام شرکت های عزیز، بیزینس های موفق، میخوام امروز براتون کلاس تجارت بذارم. تجارت 101. فکر کردی چرا شرکت های خارجی میرن به مثلا تام کروز، جانی دپ پول میدن که خب تو بیا سفیر برند ما بشو؟ چون آقا وقتی یه طرفدار میبینه اون مثلا اسم دیور داره در کنار جانی دپ میاد، چقدر باحال، چقدر مثلا میبره بالا اون برندو. حالا من از شما این میپرسم، شرکت آیا دوست دارید که محصولتون در همچین شرایطی به فروش برسه؟ و منظورم این نیست که مثلا به اونا تبلیغ ندید، مثلا این حرف اشتباهه، ولی منظورم اینه که من تو این ویدیویی که یه نفر تو تشت نشسته باباش با اسید کلوریک اون بالای سرشه دنبال خرید زعفرون نیستم. بچه من درک میکنم یه مقدار شادی و یه مقدار انرژی باید بذاری توی ویدیو، حالا هر ویدیویی، چه میدونم من مثلا میخوام سلام کنم میگم سلام خوش اومدید به این ویدیو، رضا اینجاست، که البته این کارم نمی کنم. این هیجانو من توی آخر الزمان دارم، وقتی دارم یه نفر رو
خفه میکنم و گوشت بدنش رو خام خام میخورم ممکنه داشته باشم این هیجان رو. چطوری آدم میتونه حتی اکت کنه همچین هیجانی؟ من حتی اگه بخوام وانمود هم بکنم قادرش نیستم. خلاصه اینکه خیلی عجیب شده این ویدیوهاشون و نمیدونم به کجا میخواد برسه دیگه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر خوشتون اومده رضا رو ساب کنید، این ویدیو رو لایک کنید، برای دوستاتون بفرستید و حتما بعد از اینکه این ویدیو رو دیدید برید توی چنل دوم رضا ویدیوی ماینکرافتش هم ببینید.